درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون. از اظهار نظرات شنیده نشده بهروز افخمی، کارگردان جنجالی درباره زنده یاد فرهاد مهراد، خواننده خوب و پرطرفدار ایرانی. در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. اسم بهروز افخمی، کارگردان ایرانی، همیشه با جنجال‌ها و حواشی زیادی همراه بوده که از آخرین جنجال‌هاش در فضای مجازی هم میشه به مصاحبهش با یک خنده مشمئز کننده در محل زندگی داریوش مهرجویی و وحید محمدی‌فر اشاره کرد که درباره قصدش از ساختن فیلمی درباره قتل این کارگردان سرشناس ایرانی حرف زده که باعث خشم و ناراحتی سلبریتی‌ها و هنرمندان زیادی در این باره شد. این کارگردان سرشناس که البته نه به خاطر فیلم‌ها و کارهای هنریش بلکه به خاطر اظهار نظرهای جنجالیش بسیار شناخته شده است، مدتی پیش هم درباره کرونا حرف‌های عجیبی زد. اون گفت نباید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت می‌کردیم، باید همه ما به کرونا مبتلا می‌شدیم. اینکه همه ما ماسک بزنیم و خفه بشیم و واکسن‌های نامعلوم بزنیم و فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم از اون حرف‌های مسخره بود. مدتی پیش هم درباره مرتضی آوینی اظهار نظر کرده بود و در گفتگو با نشریه نقد سینما درباره سبک مستندسازی شهید مرتضی آوینی گفته بود مرتضی آوینی تحت تأثیر فروغ فرخزاد بود و اونها با هم در ارتباط بودند. اون همچنین درباره صادق هدایت هم با انتقادات شدیدی از نوشته‌هاش گفته بود صادق هدایت یک همجنسگرای منفعل بود که این اظهار نظراتش در فضای مجازی با واکنش‌های بی‌سابقه روبرو شد. اون همچنین بعد از اینکه حکومت جمهوری اسلامی مسئولیت سرنگونی پرواز شماره 752 هواپیمایی بین المللی اوکراین رو پذیرفت، این مسئله رو رد کرد و گفت این یکی دیگه از بوئینگ های 737 آمریکایی بوده که حالا سقوط کرده. چرا اینقدر شلوغش میکنی؟ و ماجرا رو برعکس کرد و به شرکت بوئینگ حمله کرد و گفت این شرکت به خاطر ورشکستگی اقتصادی الان حتی نمیتونه یه مسافرکش معمولی برای مردم دنیا باشه. مدتی پیش هم که در مورد قتل داریوش مهرجویی و همسرش اظهار نظرات عجیب و غریبی کرده بود. مثلا گفته بود من فکر میکنم که ممکنه قتل داریوش مهرجویی کار سرویس امنیتی اسرائیل باشه و اونها به این اشخاص افغانی دستور دادن که اینها رو از سر راهشون بردارن. حالا هم این کارگردان همیشه حاشیه ساز و جنجالی اظهار نظرات بسیار جنجالی در مورد فرهاد مهراد، خواننده و آهنگساز ایرانی گفته. اون گفته در اواخر عمر فرهاد رابطش با اسفندیار منفردزاده اصلا خوب نبود. آهنگ آوار یا همون تو هم با من نبودی اولین تجربه آهنگسازی فرهاده که به اشتباه به اسم منفردزاده همه میشناسن. اون در ادامه هم گفت فرهاد اهل نماز و عبادات روزانه بود. این مسئله رو شهرام و شهبال شب‌پره در مستندی اذعان کردند. بعد هم گفت قصد دارم روزی تمام آهنگ‌هایی که از فرهاد در فیلم فرزند صبح استفاده کردم رو به صورت ارکسترال روی صحنه ببرم. در ادامه این ویدیوی منتشر شده از این اظهارات بهروز افخمی رو با هم می‌بینیم. من بکنم این سوالایی که نتونستم با شما صحبت بکنم همیشه کنجکاو بودم. آوار به اسم منفردزاده اجرایی که یه بعضی آلبوم آماده مال شما سیمان منفردزاده گفت بسر اصلا با اون آهنگ میاد مال منفردزاده باشه. خیلی بهش برخورد، یعنی کار اول فرهاد بود با عنوان آهنگسازی شخصی. خیلی کار درخشان مثلا میگرد سرچ کنیم پیشتوری چیز دیگه خیلی معروف هم دیگه فرهاد اتفاقا من باید ببینید نمی آوردم، یعنی بعدم چیز شدم فهمیدم که خیلی عصبانی هم شد از اینکه من
یعنی با وجود اینکه باید بگم که باری که الان دمت گرم تشخیص دادی که مثلا چیزشون عصبانی بود اصلا به طور کلی گفت اصلا به اون آهنگ میاد کار ما فرض داده باشه. شهرام شبپره و شهبان شبپره میگن آره میگن که وقتی اقرار ناپدید میشد آره ما میفهمیدیم رفته نماز فرهاد مهراد خواننده، آهنگساز و نوازنده ایرانی بود که متولد 29 دی 1322 بود. ایشون از خوانندگان صاحب نام راک ایرانی بود که اولین آلبوم راک ان رول انگلیسی ایران رو منتشر کرد. اون چیزی که فرهاد رو از بقیه خوانندگان هم نسلش متمایز می‌کرد، خوندن ترانه‌های اجتماعی بود که در آثار موسیقی اون متبلور شده. فرهاد رو میشه از اولین خوانندگان سیاسی اجتماعی ایران نام برد. اون در اوایل دهه 50 ترانه هایی با مضامین سیاسی و انتقادی میخوند. در زمستان 57 ترانه انقلابی وحدت معروف به محمد رو خوند. اما بعد از انقلاب تا سال 72 از ادامه کار منع شد. اما اون دوباره به موسیقی برگشت و خواب در بیداری پرفروش ترین کاست در اون زمان شد. از معروف ترین آهنگ های اون میشه به مرد تنها، کودکانه، جمعه، آینه ها، خسته، اسیر شب، هفته خاکستری، گنجشکک هشیمشی، وحدت، کوچ بنفشه ها، مرغ سحر، گل یخ و شب تیره اشاره کرد. فرهاد همچنین آهنگ‌های زیادی به زبان‌های غیر فارسی منتشر کرد. فرهاد در اواخر دهه 50 با خانم پوراندخت گلفام ازدواج کرد. فرهاد تا سال 57 کنسرت‌هایی رو داخل و خارج از کشور برگزار می‌کرد و یک روز بعد از انقلاب اسلامی یعنی 23 بهمن 57 سیاوش کسرایی ترانه وحدت رو به اسفندیار منفردزاده میسپاره و در همون روز صدای فرهاد در ستایش آزادی و آزادگی در تلویزیون تنین انداز میشه. یعنی فرهاد اولین خواننده‌ای بود که بعد از انقلاب صداش در تلویزیون شنیده شد. اما مدتی بعد از انقلاب فرهاد از کار منع شد تا اینکه سرانجام در سال 73 آلبوم خواب و بیداری از فرهاد منتشر شد. بعد از آخرین آلبومش به نام برف در صدد تهیه آلبوم آمین بود که متاسفانه بیماری شدت گرفت. فرهاد به بیماری هپاتیت سی مبتلا بود. اون برای درمان به فرانسه رفت که متاسفانه بعد از مدتی دست و پنجه نرم کردن با این بیماری در 9 شهریور 81 در 59 سالگی دار فانی رو ودا گفت. مرگ فرهاد در اون روزها یکی از پرحاشیه ترین خبرها در رسانه ها بود. و پیکر فرهاد مهراد در گورستان تیه در پاریس فرانسه دفن شد. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.